به نام خدا جاوید حسین فضایلی هستم مدرس مضمون ساختمان داده ها و الگوریتم منابعی را که در تدریس این مضمون استفاده میکنیم یکی کتاب ساختمان داده نوشته حسین ابراهیم زاده هست و دیگری هم یک لکچر نوتیس که خود بنده ای را تهیه کردیم هر دو منبع را و منابع دیگر را شما میتونید که از لینک دراپ باکس من پیدا بکنید و از اینا استفاده بکنید. موضوعاتی را که در تدریس کور میشه از ابتدا تا انتهای از این کورس یکی معرفی و مفاهیم ابتدایی دیتا استرکچر هست تا اینجا براتون معرفی میکنیم دیتا استرکچر چی هست چرا استفاده میکنیم و مسئله بعدی آرایه ها پوینتر ها هست لیست های پیوندی را یا <تصفح> لینک لیست ها رو میخوانیم بعد از این درباره پشته ها صفحه یا همو استک و کیو صحبت میکنیم درخت ها را میخوانیم و گراف ها را میخوانیم و کاربرد های استفاده گراف ها را مطالعه میکنیم و بررسی میکنیم و بعد هم در انتهای یک سری الگوریتم های مرتب کردن و جستجو کردن اطلاعات را نیز بررسی میکنیم البته در چپتر های ابتدایی هم ما یک سری الگوریتم ها در زمینه مرتب کردن و جستجو اطلاعات را بررسی خواهیم کرد این تمام موضوعاتی است که در ای کورس کاور خواهد شد در درس ابتدایی یا در درس آغازین با درباره مفاهیم دیتا اینفورمیشن صحبت میکنیم و باید ببینیم که دیتا چی هست اینفورمیشن چی هست تفاوت بین از این دوتا چی هست و سر تعریف دیتا سرچر میریم خود مفهوم دیتا سرچر را تعریف میکنیم و بعد انواع دیتا سرچر ها را میخوانیم و تعریف الگوریتم را به تعریف الگوریتم میپردازیم Uh, خب به تعریف دیتا میپردازیم مثلا باید ببینیم دیتا چی هست در یک تعریف ساده و ابتدایی میتونیم بگیم که دیتا فقط مجموعه از قیمت ها هست یا به عبارت دیگر یا به عبارت بهتر دیتا همون حروف و ارقام و علائم و نشانه ها هستن که ما اینا رو در کامپیوتر ثبت میکنیم و اگر کدام عملی پردازشی برای از اینا صورت نگیره در واقع دیتا ما فاقد اعتبار هست یعنی دیتا ما نمیخوره ما نمیتونیم از این دیتا به شکل عملی استفاده کنیم یا تحلیل بکنیم یا تصمیم گیری رو بالای ازی انجام بدیم بنابراین عملی پردازش بالای دیتا بسیار مهم است مفهوم بعدی مفهوم اطلاعات است یا همو information اطلاعات یا information هم مجموعی از دیتا است که طی یک عملیات منطقی پردازش میشن و بعد از اینکه دیتا رو ما پردازش کردیم اینا تبدیل میشن به اطلاعات که در واقع یه اطلاعات میتونه یک علم یک دانش را به کاربر و یوزر منتقل بکنم بنابراین به زبان خیلی ساده اطلاعات از دیتای پردازش شده تشکیل میشه در این دیاگرام شما میتونید که تفاوت بین دیتا اینفورمیشن را ببینین در قسمت بالا دیتا هست زمانی که شما دیتا خام را تهیه میکنید بعد این دیتا پردازش میشه ای دیتا تبدیل میشه به انفورمیشن. بنابراین خب دیتا استرکچر چی هست؟ دیتا استرکچر یا همون ساختمان داده ها در حقیقت روش های ذخیره دیتا در کامپیوتر هست. و هدفی را که دنبال میکنه در حقیقت این است که میخوایم این دیتا را به شکل آسان تر و تر ما دسترسی پیدا بکنیم. این دیتایی که ذخیره میشه اگر به شکل یک متحول ساده ذخیره شود دسترسی از ممکن است که خیلی مشکل تر باشد تا اینکه مثلا به شکل خانه های متوالی از دیتا ذخیره شود یا اینکه یک استراکچر خاص یک ساختار خاصی داشته باشد بنابراین دیتا استراکچر در حقیقت همون روش های ذخیره دیتا هست با هدف دسترسی آسان تر و بهینه دیتا استراکچر ها را حالا به طور عمده میتونیم به دو دسته خطی و غیر خطی تقسیم بندی بکنیم در لینیار دیتا استرکچر ما میتونیم به عنوان مثال آرایه ها، ستک ها، صف ها یا لیست های پیوندی یا همون لینک لیست را داشته باشیم و در دیتا استرکچر نان لینیار شما میتونیم که گراف ها، درخت ها، ست ها را هم داشته باشید در قسمت بعدی میپردازیم به الگوریتم ببینیم که الگوریتم چی هست در حقیقت الگوریتم یک روش است شما با این روش میتونید که مسائل را به شکل قدم به قدم یا گام به گام حل بکنید استپ بای استپ شما یک کار را انجام میدین تا که برسید به نتیجه و هدف مطلوب خودتان در واقع الگوریتم یک مفهومی است که مسائل را با استفاده از دستورالعمل های کانزیکیوتیو یا پشت سر هم و با استفاده از تحلیل های ریاضی و منطقی بررسی می و بعد راه حل مناسبی را سعی می بر از او ارائه بدم یک مثالی از الگوریتم یک مثال خیلی ساده ای از الگوریتم را می بینیم در اینجا الگوریتم قرار دادن کتاب در جعبه را مشاهده می کنید استپ یک یا مرحله اول باز کردن در جعبه شما در جعبه را باز میکنین در استپ دوم کتاب را بر میدارین و در استپ سوم کتاب را داخل جعبه میگذارین حالا ممکن است استپ چهارم در جعبه را هم بسته بکنید ای یک مثال خیلی ساده از الگوریتم هست یک مثال دیگه ای را از الگوریتم به این شما مشاهده میکنید زمانی که یک الگوریتم را نوشته میکنید چند تا نکته اساسی رو باید همیشه به باشد. باشد الگوریتمتان باید در استپ اول نام داشته باشد مثل که در قسمت بالا شما می‌بینید نوشته الگوریتم دو نقطه اوریج به مفهوم است که یک الگوریتم است و نام الگوریتم ما هم average هست حالا به خاطر که کار الگوریتم مشخص باشد شما یک توضیحاتی را هم بعد از اینکه نام الگوریتم را نوشته کردید یک توضیحاتی را هم در زیر ازی از باید ارائه بدین مثل که اینجا گفته که این الگوریتم چیکار میکنم چهار تا دیتا رو میخوانم میانگینش رو حساب میکنم دیتا رو در نهایت پرینت میکنم حالا بعد از توضیح مختصر خودتان شما میتونید در قالب استپا مراحل الگوریتم رو توضیح بدید مثلا استپ یک داخل براکت نوشته کرده که read دیتا این در حقیقت یک دسکریپشن یا یک توضیحات است درباره همین استپ از الگوریتم که شما میخواین انجام بدین رید دیتا یعنی دیتا رو بخوان و فانکشن ساده یا عملی ساده ای که در اینجا انوان کرده عملی رید هست که کرده رید پرانتز باز A کامه B کامه C کامه D و پرانتز بسته شما میتونید که از فانکشن های متعددی حالا استفاده بکنید در این قسمت حتما ضرور نیست که نام فانکشن رید را استفاده بکنید چون این قطع کود هایی که در اینجا نوشته شدن در اصل کودی در یک زبان برنامه نویسی خاص نیست اینها سودو کود یا شبه کود است در استپ دوم به این شکل description را دادم کلکولیتنگ average average باز یک علامت تیرک به سمت چپ است که در حقیقت این علامت اساینمنت است یعنی طرف راست این عبارت را محاسبه بکنید جواب از ای هر چی که شد این را اساین کنید یا ذخیره کنید به مقدار اوریج قسم که میبینید A جمع B جمع C جمع کلا تقسیم چهار و نتیجه محاسبه شده ای از این اساین میشه به قیمت average در استپ سوم باز هم توضیحات است display دی ریزالت و از دستور پرینت استفاده کرده و در داخل پرینت میبینید که اوریج is ایکوال ای داخل دبل کوت آمده ای به این مفهوم است که ای یک سترینگ است یا یک تکست است که روی اسکرین نمایش داده میشه و بعد از کاما متحول اوریج هست در حقیقت ساخت این دستور هم مثل ساخت دستور سی پلاس استفاده کرده زبان سی استفاده کرده شما میتونید هر ساختار دیگری که دوست داشته باشین استفاده بکنید و او خیلی مهم نیست البته و در قسمت استپ چهارا مرحله نهایی است فینش و دستور اگزیت را اجرا کرده در حقیقت این قطع کودی که شما در اینجا میبینید یک نمونه از شبه کود یا سودو کود هست که ما با استفاده از شبه کود و سودو کود الگوریتم اوریج را در اینجا نوشته کردیم درس امروز خلاص هست درس ویدیو اول ما خلاص هست موضوعات درس بعدی یا درس دوم ما آرایه های خطی هست نمایش آرایه های خطی در حافظه و پیمایش آرایه های خطی در, در درس دوم این موضوعات را پیگیری خواهد کردیم